خلط پشت گلو خیلی ها اذیت میکنه و دائما باید صداشون رو صاف کنن جایی باشن همه فکر میکنن مریضن و یا حتی موقع سخنرانی کردن و درس دادن اینا خیلی ها اذیت میکنه میخوام امروز راجع به این صحبت بکنم و راهکارهای برطرف کردنش که حتما و حتما برات کاربردی خواهد بود یادت نره برای دوستاتت هم ارسال بکنی و سابسکرایب رو فراموش نکن من احسان میرزایی هستم اینجا هستم برای اینکه پیشگیری به تو یاد بدم و در موضوع پیشگیری ایستادم تا تو سالم بمونی و بیماری به سراغت نیاد خب ببینید خلط پشت گلو عوامل متعددی میتونه داشته باشه اولین عاملی که خیلی زیاده و میخوایم راجع به صحبت بکنیم که قطعا اگه این کار انجام بدی مشکلت برطرف میشه سینوزیت. ما یک فرهنگ قشنگ داشتیم ما خود ایرونیا که همیشه انجامش میدادیم و الان دیگه انجامش نمیدیم اونم استنشاق یعنی اگر تو سینوزید داری که غالبا کسانی که اصلا در شهرها دارن زندگی میکنن مبتلا به سینوزیت هستن به خاطر باکتریا و مواد زائدی که در هوا هستن و به اصطلاح حکما مواد ردیعی که در هوا و رداعت هوایی که وجود داره اینها همشون باعث سینوزیت میشن و مبتلا سینوزیت میشن بله البته موتور سوارای عزیز بیشتر بیشتر از دیگر مبتلا به سینوزیت میشن علتش چیه به خاطر اینکه از کلاه ایمنی استفاده نمیکنن کلاه ایمنی در همه فصول استفاده بکن که خدای کرده مشکل سینوزیت هم به سراغت نیاد اما اگر متصوان نیستی و در شهر داری زندگی میکنی و یا حتی به طور کلی اصلا تو سینوزیت داری میخوام یه سری راهکارا بهت بگم برای اینی که سینوزیتت برطرف بشه اولیش که گفتم چی بود استنشاق بود استنشاق انجام بده بسیار بسیار موثر اگر سختته تو کافیه که سرم شستشو از داروخانه بخری و یا اینکه خودت تو خونه درست بکنی تو خونه چجوری درست بکن آب جوش نمک در حدی بهش اضافه بکن که مزه شور نشه بعد اگه سخته دیده که اینطوری ساکشن کنی بالا فقط کافیه که با یک سرنگی که یادت نره سوزن نداشته باشه سرش با سرنگ این رو بپاشید داخل سینوس هات و بعد وقتی که این کار رو انجام میدی وقتی که پاشیدی به این صورت بپاش داخل سینوست بره داخل سینوس میچرخه و بعد از این مجرا خارج میشه و بعد برعکسش رو انجام بده این رو روزی دو سه بار انجام بده یکی از موثرترین و بی بدیل ترین راهکارا برای رفع مشکل سینوزیت و البته خلط پشت گلوه که خیلی هم اذیت کننده است راهکار دیگه که به توصیه میکنم چکوندن روغن بنفشه پایه کنجد در بینید که در رفع سینوزیت و درمان سینوزیت بسیار بسیار میتونه بهت کمک میکنه اگر سینوزیتت خیلی مزمنه چرکیه و دائما خلط پشت گلو به خاطر سینوزیت داره اذیتت میکنه به توصیه میکنم که پنج واحد روغن کنجد رو با یک واحد روغن سیاهدانه ترکیب بکنی بهش میگن قطره نازیل این رو یه قطره هر شب بچکنی داخل سینوست و یا اگر اذیتت میکنه فقط کافی که ابتدای بینید بمالی همون روغن بنفشه رو یا همین روغن نازیل رو جلوی بینید بمالی و با اون استنشاقی که انجام میدی قطعا مطمئن باش که سینوزیتت برطرف میشه پس یک راهکار رفع مشکل خلط پشت گلو مشکل سینوس هاست دومی دو سیگاریا خواهشن سیگاریا اگر که سیگار میکشید منتظر نباشید که شما خلط پشت گلوتون برطرف بشه سیگارتون رو ترک بکنید بعد خواهید دید که خلط پشت گلوتونم به راحتی برطرف شد چرا به خاطر اینی که این اخلاط داره از ریه میاد داخل حلق شما و ریه شما به جهت آلودگی که داره به خاطر سیگار این اتفاق برش میفته اما میخوام یه راهکارم بهتون بگم برای پاکسازی ریهتون فقط کافیه که انجدان رومی بهش میگن یا کاشم از اتاریا تهیهش بکنید به مدت یک هفته الا ده روز صبح ناشتا پودر آسیاب شده انجدان رومیو نصف قاشق چایخوری با آب جوش ولرم قورت بدین مزه سیر میده و خیلی ناخوشایند نیست اما به مدت, به مدت یک به مدت یک هفته الی ده روز پاکسازی ریه برات انجام میده و خلط پشت گلود بسیار بسیار کمتر میشه گاهی اوقات خلط پشت گلو به خاطر رفلاکس کسانی که فلفل و ادویجات زیاد استفاده میکنن و غذاهای تند رو خیلی دوست دارن آرام آرام دریچه فم معدهشون یا همون فندوس معدهشون اون اسفنکتری که اسفنکتر البته اسفنکتر آناتومیک نیست اسفنکتر فیزیولوژیک هست که در اون ناحیه قرار داره خب اون اون ناحیه ضعف پیدا میکنه و غذا آرام آرام رفلکس میکنه به سمت بالا و خود این باعث خلط پشت گلو میشه خب برای رفلکس فقط کافیه که مواردی که در دوره سفره سالم در سایت هم گفتم اونها رو رعایت بکنیم و یا ویدیوهای من در یوتیوب رو فالو بکنیم و یا در پیج اینستاگرام من و یاد بگیرید تدابیر سفره رو مطمئنا رفلکس برطرف میشه حالا یه دو تا قاعده ساده شو بگم در همخوری و بر همخوری نکن و البته قیمه رو ننیز تو ماستا یعنی ماستو همراه غذا استفاده نکن سالات همراه غذا استفاده نکن آب همراه غذا استفاده, استفاده نکن تا رفلکس سرعت خیلی پشت گلو هم به صورت قطعا نخواهد اومد سرما خوردگی اگه سرما خوردی و خلط پشت گلو داری خواهشا انقدر آنتی بیوتیک استفاده نکنید کلیپ من راجع به آنتی بیوتیک رو ببینید به هیچ وجه آنتی بیوتیک برای سرما خوردگی استفاده نکنید فقط کافیه که استراحت بکنید های رقیق استفاده بکنید و شربت لیمو و اصل استفاده بکنی آرام آرام سرماخوردگیتون درمان میشه پس اون خلط پشت گلو رو راهکار خاصی براش انجام ندید اگر خلط پشت گلوتون خیلی سفت شده و داره اذیتتون میکنه توی سرماخوردگی خب قاعدتا دمنوش آویشن به علاوه ختمی بسیار در رفعش بهتون کمک خواهد کرد این مواردی که بهت گفتم رو انجام بده و اثرش رو برای ما کامنت کن.